اوضاع خالص صبح همگی به خیر. میسفت و تحصه نون گیمت میسفای نهی 53 میسفت و تحصه شلو لیت اصف بن ملوه ولوه برویت ممنوعیت شرکت کردن در هر گونه معاملات پولی بین یک شخصی که قرض میده یا کسی که قرض میگیره زمانی که بهره در میونه. میدونید که در تاتر نقدوشا بهره دادن به یک شخص، پول قرض دادن با بهره به یک شخص یهودی غیر مجازه. از کجا یاد میگیریم؟ به شخص یهودی غیر مجازه از کجا یاد میگیریم؟ پاسخ میفرماید در شمرد، سفر شمرد، شنمر لوت سیمون علب نشخ، که قرار نده بر اون بهره رو. و این شلو لهیوت عرب و عرب بنهم، این به این معناست که نه تنها حق پول قرض دادن به شخصی نداری با بهره، حتی نمیتونی بیای گارانتور بشی برای یک همچین معامله، نمیتونی بیای ضمانت بکنی، یا حتی نمیتونی بری شاهد بشی. یک قراردادی داره امضا میشه، یک یهودی به یک یهودی دیگه داره پول قرض میده و این وسط اون شخصی که قرض میگیره قراره که پول با بهره برگردونه. تو حق نداری به شاهد بشی، حق نداری به گارانتور بشی. و ملوه نخلال گمکن به لفظ خوس من حلب شلو در دور بیدوید اسرائیل، و این همچنین زامن شخصی که این همچنین برای شخصی که پول قرض میدم میشه. خود شخص هم نمیتونه بره گارانتور بشه، نمیتونه به شاهد بشه، حتی با اینکه داره واقعا لون خودش رو داره گارانتور میکنه که اون شخص مقابل رو پردازه. وهم سنسور به نهم اوور میشم دیفنه ایول دو تیتن میخشد، و کسی که میره تو همچین معاملاتی شرکت میکنه چه به عنوان شاهد چه به عنوان زامن، این شخص نه تنها از این میسفای نهی گذر کرده و اینو به اشتباه این اشتباه رو انجام داده، همچنین یک میسفای نهی دیگه هم عبور کرده که چیه؟ در جلوی شخصی که نابیناست، کسی که نمیتونه ببینه، سنگ ننداز جلوی نفس، سنگ ننداز باعث نشه که خطا کار بشه. لیفنه ایوه لوتی تن میخشون به نوهک به خود مقوم خود زمن، میسفایی هست که در همه مکان و همه زمان ما موظفیم بیسخاریم نقود، چه آقایون چه خانوم ها. البته باید ذکر کنیم که بهره دادن یک یهود، بهره گرفتن از یک یهودی تحت شرایط خاصی امکان پذیره، شرایطی که شتر ایسخا همراه باشه. شتر ایسخا به صورت خیلی مختصر یک کانترکتیه، یک قراردادیه بین دو تا یهودی که اینا با همدیگه شریک میشن روی اون پولی که قرض داده میشه، و این پول رو سرمایه گذاری میشه و از این پول یه قسمتی از سودش رو اون شخصی که قرض گرفته برمیگردونه به شخصی که قرض داده، و اگه سود نباشه ضرر باشه، ضررش هم با همدیگه شریکن. بنابراین این نیستش که اون شرایطی که شرایط سختی که وجود داشته الان اومده شخص داره پول قرض بگیره حالا بعد یه بهره‌ای هم روش بپردازه کمرش بیشتر میشکنه، نه، اینا میان با همدیگه یه قرارداد تجاری میبندن و با همدیگه سود و ضرر رو شریک میشن، و این باید با شاهد باشه، باید با یک قرارداد درستی باشه که توسط بدین این تنظیم شده باشه، و بدین ترتیب تحت شرایط بسیار خاصی یک یهودی میتونه به یهودی دیگه پول قرض بده با بهره، و در اون صورت میتونه اون شخص بره و توی امضای شاهد بودن یا گارانتور بودن شریک بشه و اشتباهی صورت نمیگیره بدین صورت. دیوی خنانی هم نقشه من را تحمدش با کل نزن کل دیستر لفیقا خیمان در این طورم سود شنو من ربنا خافظ